سرخط مهمترین خبرها. زلمه خلیلزاد: نگرانی ها از سقوط کابل به دست طالبان نادرست است. زلزله بسیار بزرگ در کابل. با نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نی چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. زلمه خلیلزاد: نگرانی ها از سقوط کابل به دست طالبان نادرست است. 8 صبح کابل. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در کنگره این کشور گفته است که نگرانی ها از سقوط کابل به دست طالبان نادرست است. با گزارش بی بی سی فارسی، خلیلزاد گفته است که پیشبینی ها در مورد پیشروی و سری جنگجویان طالبان و سقوط کابل توسط آنها بعد از خروج ائتلاف بین المللی از افغانستان بدبینانه است. او روز سه‌شنبه 28 ثور در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این سخنان را مطرح کرد. طبق این گزارش، خلیلزاد توضیح داده است که من شخصا فکر میکنم که این سخنان نیروهای آنها را ارتش ملی تجربه می شود و کنترل امور فورا به دست طالبان می افتد نادرست است. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ابراز نگرانی کرده و تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای خروج کامل سربازان آمریکایی ممکن است و به جنگ داخلی منجر شود. با گزارش بی بی سی فارسی، مایکل مک‌کال نماینده ارشد حزب جنبشی خواه در این کمیته و از منتقدان خروج آمریکا از افغانستان گفته است که امکان ندارد طالبان به تعهداتی که رهبران این گروه در فوریه 2020 در مذاکرات با نمایندگان دولت وقت آمریکا دادند پایبند بمانند. در همین حال خلیلزاد گفته است که طالبان دلایل برای دنبال کردن راه حل مبتنی بر مذاکرات و نه پیروزی نظامی دارند و نه از مشروعیت بین المللی برخوردار می باشند و خروج نام آنها از برخی فهرست های آمریکایی و سازمان ملل منجر شود. خلیلزاد همچنین گفته است که گروه طالبان به دنبال عادی سازی روابط پذیرش خارج شدن از فهرست تحریم و انزوا است. نماینده ویژه آمریکا میگوید که روند خروج نیروها از افغانستان به خوبی پیش می رود و تلاش های دیپلماتیک برای رسیدن به توافقنامه با کشورهای همسایه برای استقرار عملیات ضد تروریستی آمریکا در جایی که افغانستان در تیرس باشد در جریان است. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه جاری آغاز شد. طبق آنچه اعلام شده است، این نیروها تا 15 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام گزارش داده است که بین 13 تا 20 درصد این نیروها از افغانستان خارج شده اند. تا کنون بین 13 تا 20 درصد نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک کرده اند. 8 صبح کابل. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرده است که تا کنون بیش از 13 تا 20 درصد از نیروهای این کشور از افغانستان خارج شدند. با دلایل امنیتی و عملیات محدود تفرقی از درصد خروج سربازان آمریکایی اعلام شده است. طبق گزارش سنتکام، پس از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن به صورت تقریبا معادل 115 بار هواپیمای سی ابدای مواد از افغانستان خارج شده است. به همین ترتیب سنتکام گفته است که بیش از 50,000 قطعه تجهیزات نظامی برای تخریب به آژانس دفاعی لوجستیکی تحویل داده شده است.
نیروهای آمریکایی بر اساس آنچه سنتکام اعلام کرده است تاکنون یک ساختمان را به ارتش افغانستان سپردند. روند خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه می از افغانستان آغاز شد، چنان که وزارت دفاع ملی آمریکا اعلام کرده که تاکنون بخش قابل توجهی از این نیروها از افغانستان خارج شدند. آمریکا برای خروج مسئول سربازان خود از افغانستان برخی تجهیزات تازه و نیز نیروهای تازه را فرستاده است. قرار است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر امسال تکمیل شود. همچنان این در حالی است که وزارت دفاع صدها جنگجوی طالب در یک شبانه روز گذشته کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که در شبانه روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای ارتش در برخی از ولایت‌های کشور 252 تن از جنگجویان طالب کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شده اند. با گزارش سپوتنیک، وزارت دفاع ملی امروز چهارشنبه 28 سپتامبر اعلام کرده که در درگیری با و حملات متقابل نیروهای امنیتی در چندین ولایت کشور 251 تن از اعضای طالبان کشته شده است. این وزارت همچنین گفته که در عملیات 193 تن دیگر از جنگجویان طالبان زخمی و مقدار زیاد سلاح و مهماتشان نیز تخریب شده است. وزارت دفاع ملی میگوید که این جنگجویان طالب در ولایت‌های غزنی، لوگر، زابل، قندهار، اورزگان، فراه، هرات، سرپل، نیمروز، قندوز، هلمند و بغلان کشته شدند. همچنان این وزارت افزوده که 67 ماین مختلف نوعی که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی جابجا شده بود، کشف و خونسا شده است. پس از پایان مهلت آتش بس نیروهای دولتی در شماری از ولایت ها عملیات تعرضی را علیه طالبان آغاز کردند. همزمان احتمال تجدید خشونت در روزهای پیش بینی شده است. این در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت تا کنون پیشرفتی نداشته است. و در پایان، زلزله نسبتاً شدید با ساعت 1:48 دقیقه بعد از ظهر امروز شهر کابل را تکان داد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد.